بعد که ما شروع کردیم رقصیدن، معلوم کنه چه این درسش نمیدی و اونجا ابی شهرام میخوندن و بیگن هم میمد گیتار میزد. بین سن 11 تا 13 سال تمام کتاب رو تمام کرد. 11 تا 13 سال همه کتاب های کتاب خونی فردا تمام کتاب رو تمام کردیم. ما شبا میرفتیم میخوابیدیم، هر خوابی که میخواستیم ببینیم خودمون میدیدیم. جدی؟ یعنی موضوع رو انتخاب میکردیم میخوابیدی و خواب رو شما میدیدید؟ پاسور رو زیر پاکت سیگار بذاریم، پاسور من رو و یکی که من اسمشو میگم. یه وقت من بت میکنم، سپرایز هم داریم. بله. ما یه موزه سینمایی تو خونمون داریم، کلکشن کاکتوس بزرگی هم داریم تو خونه. کاکتوس گفتیم به من. بله. کلکسیون نقاشی هایی کردیم، مجسمه سازی نقاشی ها. آیا آنسی شما هر بنی هم بلدید دیگه کامل؟ نه. ما قبل از اینکه استروک کردیم 5 تا زبون بلده بودیم. ما حافظمون برگشت به طور برگشت که ما خوابایی که دیدیم بی بچه بودیم تمام خوابانو یادم میاد. پدر ایشون با آلبرت انشتین دوست بودن. یعنی سلام دوستان، اومدیم جایی که براتون یه سورپرایز خیلی جالب دارم. حقیقت وقتی خبر رو شنیدم انقدر برام جالب بود که تصمیم گرفتم این ویدیو رو ضبط بکنم. مطمئنم که این ویدیو به درد همه میخوره و همه لذت میبرن. استاد عزیزی اینجا نشستن که من از حضورشون خیلی اطلاع نداشتم، ولی با صحبتایی که با امیر فرهاد عزیز کردم متوجه شدم که واقعا به قول امیر فرهاد عزیز یه دیامان، یه گوهری ما اینجا داریم که واقعا چقدر خوشحالم که الان اینجا هستم. مطمئنم شما هم خوشحال میشید. استاد سلام. سلام، خوشم. خیلی مخلصم، مرسی که اومدید اینجا. خیلی ممنون. میتونم اول اسمتون رو بپرسم؟ اسمم اورود اوهانیان. اورود اوهانیان. میخوام با شما آشنا بشم، بریم یه مقدار عقبتر، بعد کم کم بیایم جلو تا به امروز شما برسیم. شما گفته بودید که دوست دارید از پدر بزرگوارتون معرفی رو شروع بکنید. بله. میشه شروع کنید لطفا؟ باید خیلی برگردیم سال 1896. 1896 الان 1400 یعنی چند سال پیش؟ حدود 124 سال پیش. 8 سال پیش 128 سال پیش پدر ایشون به دنیا اومدن. و ایشون چه تخصصی داشتن؟ ایشون به در شوروی اومدن سال 1922، از اونجا فرار کردن توی دروشگاه کاه که رفتن افغانستان. بعد تو هندوستان سال 1924 اولین شرکت سینمایی و مدرسه سینمایی رو تو کلکته باز کردن. چه سالی بود؟ 1924. بله. میلادی. بعد پدرم پروفسور، سه تا پروفسور داشته بوده. اولین پروفسورشیپش پروفسور سینماتوگرافی بوده، پروفسور مدیسن بوده، با پروفسور ایروسپیس انجینیرینگ. هوا و فضا. بله بله. یعنی اون موقعی که اصلا ماها وجود نداشتیم و شاید خیلی اصلا سواد نداشتن، خیلی ها که اکثرا سواد نداشتن اون موقع، سه تا پروفسوری داشتن. پس باید خیلی گوهر ارزشمندی باشن ایشون. میشه بیشتر توضیح بدی در مورد استاد؟ بله. ایشون که رفتن به کلکت مدرسه رو با کردن، شروع کردن تعلیم دادن تکنیشن و اکتور و رایتر برای سینما. بعد بین اون کسایی که ایشون درس دادن تعلیم دادن راج کپور بود. بله. که راج کپور اومد تو ایران تو دیپلم در دکترا سینماش رو بگیر از پدر من، تو خونه ما تشریف آوردن که عکس دیپلمش رو دارم که دارن دیپلمش رو میگیرن. که دکتراش رو از پدر شما بگیرن؟ بله. بعد سال 1930 ایشون رفتن تو ایران که اولین شرکت سینمایی، مؤسسه سینمای ایران درست کردن که اولین فیلم ایرانی حاجی آقا بوده که اکثرا مردم میدونن که چی هست، درباره زنهایی که سینما باشن، تو تلویزیون سینما باشن، تو تئاتر که مشکلی که دارن. بعد فیلم دومی که شروع آبی رابی بود که در سینما تو بازار آتیش گرفت، تنها کپی که بود از بین رفت. تو ایران ما به دیانو 1954 اولین پسر
بچه پدرم بودیم که وقتی سن 5-6 ساله می بود آدم های مشهور زیاد می رنن تو خونه ما می رفتن تمام سپه بود و سرتی با می رنن و بیگن هم می مد گیتار می زد می خون همه می شستن شطرنج بازی می کردن تو چهار پهلوی تو صف تو بالای صف روی پشت بام بعد منم چند دفعه تو چایشون با اجازه نمک ریختم که بهشون کمک کنم تو چایشون نمک ریختی؟ بله بعد وقتی 6 سالم که بود پدرم رفت تو دربار که دربار شاه صحبت بکنه تو چون یه ترکیب کرده بود سوپرسونیک اولین سوپرسونیک پس این سوپرسونیک که دنیا رو دوش کار میکرد اسمش پرستوی ایران بود بله. که میتونست تو هوا هاور بکنه بعد با سوپرسونیک پرواز کنه منظورتون به هواپیمای سوپرسونیکی بود که قرار بود در ایران بله پسنجر نه آرمی بله پسنجر سوپرسونیک بود که میخواستش که در ایران تولید بشه یا اینکه بله تولید بشه منتها شاهنشاه قبول نکردن بعد خبر رسید به پرزیدنت آیزنهاور که این یه شخصی هست تو ایران تو این کار هست اونو دعوتنامه فرستادن تو تو پاسپورتش که تمام خانواده برن تو ناسا سال 1952 نه ببخشید 1900 میلادی 58 1958 که دعوتنامه فرستاده شده بود که شاه قبول نکردن با این کاری که میخواد بکنه دستور دادن که این ساسینیت بشه که من خونه که بودم 6 سالم بود که وقتی پدرم اومد خونه اونا افتادن رو زمین حالشون بد شد بعد نه اینکه دکتر بودن نوشتن که چه اتفاقی افتاده و چه کاری کردن که جلوی سمو بگیرن نتونستن بعد نوشتن که چیزایی که داره کاری که انجام داده به تموم نشده چجوری باید دنبالش گرفت هیچی من تنها خونه بودم رفتم مادرم رو بگیرم که بیاد بهش بگم چی شده مادرم قبول نمیکرد که چه اتفاقی افتاده بعد وقتی که اینا فوت کردن این آدم های غریبه اومدن تو خونه تمام کاغذها و همه چیزها اینو بردن پدرم 64 تا کتاب نوشته بود بعد 4 تا دوا تولید کرده بود با سوپرسونیک پلین کار میکرد با فیوچر سیزیز کار میکرد که قرار بود انجام بشه وقتی که اینا چون مادرم خیلی جوان بود مادرم 15 سالش بود وقتی ازدواج کرد وارد نبود که چی بابا بکنه متاسفانه ما رو گذاشتن تو یتیم خونه ببخشید پدرشون چه سالی فوت کردن؟ 1960 1960 فوت کردن در سن 64 سالگی و شما رو رفتید به یتیم خانه در تهران بله بعد ما تنها گفتن که مسیحی که اونجا هستیم تنها کسی هستیم ما مسیحی پدرمون مسلمان شده بود شما ارمنی هستید دیگه بله من تو مسلمان شده بود از ارمنی کجا؟ اصفهان؟ یا جلفا؟ از روسیه روسیه اوکی هیچی ما رو گذاشتن تو یتیم خانه اونجا به ما میگفتن تو شما ارمنی هستین تنها ارمنی که توی مرسه با 1500 تا آدم های مسلمان درست منطور ما مسلمان بودیم به اسم ما میگفتن شما ارمنی هستین ما 4 سال ما رو دستمون رو میبستن تو زیر زمین تو تاریکی قایم رو میکردن ما رو کتک میزدن برق میزدن چرا؟ چون گفتن ارمنی هستی؟ بله
بعد ما سه دفعه تونل زدیم از زیر مدرسه در رفتیم. اون زمان شاه نبود مگه؟ زمان بله. شاه میشه؟ بله. اون موقع با ارمنیا مشکل داشتن؟ بله. بله. جالبه. زیر زمین تونل زدیم، من مدرسه بچه 6 سالگی. تونل زدیم از زیر دیوار در رفتیم. مادرم ما رو برگشون دو مرتبه. ما دو مرتبه دیگه در رفتیم. من چون بلد بودم فورج کنم چجوری داکیومنتر رو فورج میکردم. یعنی تقلب. فورج یعنی تقلب. نام دست خط مردم رو کپی میکردم. ما همش 6-7 سالتون بیشتر نبود. 6-7 سالتون بوده. اون کار رو میکردیم. ما حتی پول ایرانی رو نوت رو میتوستیم کپی بکنیم. با نقاشی میکردیم. بله. یا بلیت اتوبوس. خب من اینجا استاپ کنم در مورد هنرهای ایشون بگم الان تا برسیم به چپتر دوم. شما هنرهای خودتون، من شنیدم شما مربی دنس بودید و مربی رقص بودید که خب برای اون زمان، البته بعد که احتمالاً به لندن آمدید دیگه. ما شغلهای مختلف داشتیم. ما تو ایران که بودیم ما عکاسی میکردیم. ما رفتیم اولین کاری که شروع کردن تو کوچینی بود تو تهران، کلاب کوچینی. بله. بعد اونجا ابیشهرام میخوندن که به اسپانیا و به آمریکایی با داریوش هم اونجا تازه شروع کردن. ما اونجا خیلی خوش بود. شما بعض وقتا که کار صبح تموم میشون با همه میرفتیم تو نادری، تو کافه نادری، کل پاچه. بعد از اونجا رو بری کردیم رفتیم، چون یه دکتری به ما گفت که تو نابغه عکاسی هستی، من واسه این مغازه ما میکنم که تو کارهای عکاسی تمام شمران رو بکن. که ما میکردیم که یکی از مشتری بزرگ خانم میردامار بود. بعد آدم مختلف زیادی دیدیم اونجا که یکیشون دختر سفیر آمریکایی بود که ما شروع کردن بیرون رفتن. اوکی. یعنی دوست دخترتون شد. بله. دختر سفیر آمریکا. بعد ما کوهنوردی هم زیاد میکنیم. ما یه روز رفتیم کوهنوردی تک و تنها ساعت 12 شب. رفتیم بالا تا 6 صبح رسیدیم بالا. 6 صبح که اومدیم پایین گل خوردیم. گل خوردیم نزدیک بود که از لب چیز بیفتیم که بمیریم. لب صخره. صخره. یه آقای داشت پایین بالا میمد ما رو گرفت. آمبولانس اومد و گفتش که این چجوری تو نجات پیدا کردی؟ این تو تمیتون این کوه به این بزرگی همین لبه یه نفر باید ساعت 6 صبح میمونه که تو رو بگیره. اگه یک دهم ثانیه زودتر اومده بود اونو با خودت برده بودی، اگه یک دهم ثانیه دیرتر اومده تو رفته بودی رو سرش. خلاصه زندگی ما همیشه همینطور بوده، بالا پایین، عجیب غریب. البته به من شما گفتید من شانس خیلی آوردم تو زندگی. بله. این خود شانس بوده که و خیلی شانسای دیگه. بله. خب خدا رو شد اومدیم تو لندن. بله. لندن رو شروع کنیم. ما شروع کردیم چیز حسابداری یه مغازه تو آکسو استری ایجکس. نه ببخشید، ما اول شروع کردیم تو کلوبا. چون سابقه کلوب داشتیم تو ایران، ما شدیم پروموتور کلوبای مختلف که با آدمای مشهور کار میکردیم، با شاه و پرنسس های عربستان و اینا بردیم کلوب و کازینو اینا. که یکی این آدم ها عمر شریف بود. عمر شریف؟ تو کلوب لولبون تو استاکلی استریت تو لندن که ایشون رو دیدیم که اونجا تخت بازی می خیلی تختشون، تخت بازیشون خیلی خوب بود که با اینا یه دفعه عکس کنیم باش بازی کنیم. منطقه خیلی قدرت داشتن، ما نتوستیم به اون قیمت اون رو برسیم. کسای دیگه که به اونجا دیدیم راجر مور بود، باربار بیک بود، با پدر شاه عربستان که اونجا میمدن که بازه رقص و مشروب و اینا. من یه چیزی اینجا اضافه کنم به بیننده ها. دوستان در گذشته تا کنون و از در تاریخ هم اینجور بوده،
خیلی از آدم‌ها یک جایی رو پیدا می‌کنن برای خودشون که برن دور از چشم بقیه، برن تفریح کنن، درسته؟ نه. و این شاه‌ها می‌اومدن به اصطلاح اونجاها و شروع می‌کردن برای اینکه حالا کازینو می‌رفتن یا کلاب می‌رفتن. از شاه عربستان شما الان گفتید تا خواننده‌ها و هنرپیشه‌های بزرگ. و این یک فرهنگ هست در لندن، همیشه بوده. یعنی لندن همیشه به خاطر اینکه پول توش زیاد بوده و به خاطر اینکه سیف بوده عملاً، درست میگم؟ بله. اینا میمدن اونجا به راحتی و کسی هم مزاحمشون نمیشده. خب ادامه میدیم اگه اجازه بدید. از جایی که شما آمدید به لندن و برای پروموتر کلوب شدید یا کلاب شدید و بعد از اون کلاب خودتون رو زدید. نه، ما کلوبا کار میگه پروموت میکردیم، پرسونال شاپر آدم های مشهور شده بودیم و هست کلاب و کاسینو اینا رو میبردیم. تو کلاب های مختلف بود، یه کلاب مخصوص وی آی پی بود، یکیشون لبربان بود، یکیشون انابل بود. انابل، بله انابل. بعد ما یه خانم اولمون رو دیدیم که ما شدیم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. بچه شیطون تصمیم گرفت بالاخره ازدواج. بله، چون با دختر زیاد بودیم، ما هیچ وقت خونه نمی‌رفتیم، رقص ما هم خوب بود، واسه همین بود که سرمون همیشه طرفدار زیاد داشتیم. بله، تقریبا تو کلوب های مختلف میرفتیم، تیفانیز میرفتیم، ترزه میرفتیم که مال جوهر، مال دختر چیز بود، زن روز فورسایت. مال همسر روز فورسایت بود. بله. اوکی. بعد یک کلوب دیگه بود کندی باکس بود، ساعت دو صبح با میشد به خاطر کارگرایی که کلاب های دیگه بیان اونجا تفریح کنن. تازه دوی صبح باز میشه. دوی صبح باز میشه تو هفت صبح. خیلی خوش میگذشت اونجا. آدم مختلف مشهور میدیدی، خیلی جالب بود. کازینو رو میرفتی بازی میکردی، بازیشون لباس میکردی، خیلی لذتمند بود. ولی بعد با همسر، با مثلا بعد که شدن همسر آیندهتون آشنا شدید و ایرانی بودن؟ نه، انگلیسی بودن. انگلیسی بودن. مجبور شدیم ول کنیم. ما شروع کردیم کار حسابداری، چون کار حسابداری خوب بود. من خودم اوتیزم هستم، به خاطر همین یه مقدار کاری میتونیم بکنیم که مردم معمولا آدم معمولی نمیکنن. اوکی. حسابدار یه فروشگاه بزرگ شدیم، اسمش ایجکس بود تو آکسفورد استریت. بعد از 6 ماه اونجا رو بری کردیم، چون خیلی ما رو دختر اونجا اذیت میکردن، نمیداشتن کار بکنن. رفتیم تو یه پابلیشینگ کمپانی اکادمی پرس تو کمدون، اونجا شروع کردیم کارهای بوک کیپینگ بکنیم که خیلی بورینگ بود، چون ما کارهای چیزی با سرعت میکنیم، حسابداری و همه حوصله‌شون سر میپیچید، این همه کارا رو میکنه، ما رو بیرون کردن، گفتن تو هم کار رو تموم میکنی، نمیزوی کسی کار رو بکنه. بچه زرنگی هم بودید دیگه. خب به طب بعد رفتیم یه شرکت دیگه، ای بی سی مارگومیتد کامپانی، که صاحبش گری وستون بود، میلیونر استرالیایی. ما رو اول شدیم اسیستن کردن، بعد شدیم اکانترن که تمام شرکت رو خود تکتران رو میگردنیم به سواجی. بعد که انقلاب تو ایران شد، همه چی تو انگلیس برگشت، ما رو از کارم بیرون کردن به خاطر گفتن ایرانی هستیم. یعنی انقلاب در ایران شد، شما در انگلیس به خاطر ایرانی بودنتون از کار اخراج شدید. بعد شروع کردیم درس دادن نقاشی تو لوکال کمیونیتی سنتر و تو هاسپیتال والنتری میکردیم واسه آدم های پیرمرد جریاتری که بهشون کمک کنیم آخرین هفته زندگیشون یک کاری بکنن. آره. اون تو خیلی درد آور بود که هر چند هفته یکی از دانشجوها می رفتن دیگه بر نمی گشتن. شروع کردیم مجسمه سازی کردیم و نقاشی و قرار بود که یه چیز گاردن سنتر با بکنیم. با دولت داشتیم صحبت میگردیم، چون گیاشن اسم وارد شده بودیم. ما رفتیم رول هارتیکولتور سوسایتی، کتاباشون تمام خوندیم، با مردم صحبت کردیم، تو نمایشگاه مختلف رفتیم،
اولین نمایشگاه ما رو زدیم اونجا که سال 1983 که مدال برنز بردیم. بعد سال 89 مدال سیلور بردیم که برای نقاشی یا مجسمه؟ برای گیاهشناسی. برای گیاهشناسی. بله. تو هر زمینه‌ای که ایشون کار کرده بهترین بوده در حقیقت. و این برای من خیلی خوب برای پدرشون هم نابغه. بله. بین این نمایشگاه ما یه رستورانی با کردیم سال 87 بازی شطرنج که معلومه شطرنج و تخت نرد و چیزای فکری کار میکردن، بازی میکردن، کافی هم میخوردن. اسمش بلک روک بیسترو بود چی تو همستر. بعد خانم مرسته شد مجبورشون این کارمون رو ول کنیم چون خانم در سن 24 سالگی فلج شد. خیلی جالب اینجا رو گوش کنید. بعد کاملا فلج شدن با با هانتینگتون و عزامش در سن خیلی جوانی که دوتا بچه کوچیک هم داشتیم. وقتی خانم فوت کرد تو همون سن فوت کردم 24 سالگی با دوتا بچه نه 30 سالگی 30 سالگی حالا به هر حال چند سالم درگیر برش شده بودن 6 سال. وقتی که ایشون فوت کردن روز بعدش ما بزرگش بلند شدیم ما چیز کردیم استروک کردیم. ایشون هم سکته مغزی کرد. بله تمام حافظه ما از بین رفت و روز بچه جوان دست ما. تنها چیزی که می‌دونستیم که مواظب بچه‌ها مواظب بشن. واسه همین به دولت نتونستیم بگیم چیه که ما مریضیم. اگر به دولت می‌گفتن بچه‌ها رو ازشون بچه می‌بردن. گفتن شما نمی‌تونید بچه‌ها رو نگه. خلاصه یه طوری چیز گذروندیم. شش ماه نمی‌تونستیم خونه بریم بیرون بخاطر اینکه نور نمی‌تونستیم ببینیم. کتاب نمی‌تونستیم بخونیم، تلویزیون نمی‌تونستیم نگاه کنیم. همه چی مشکل بود. به هر حال یه طوری گذروندیم. رفتیم یه کاری گرفتیم از شف رستوران تو لندن، واسه شهر لندن تو گوجی استریت که کارمون خوب بود. واسه دو سال بین این دو سال یه خانم دیگر دیدیم که از برزیل بودن. حافظه برگشت کم کم؟ که شروع کرده بود کم کم. میدیدیم صحبت بکنیم. بعد این خانم از برزیل اونجا توی محل کار دیدید؟ بله که با ایشون ازدواج کردیم. چون با ما به کار رقصشون بود ما بردن برزیل که ما لامبادا رو یاد گرفتیم. این جالبه. ما لامبادا رو آوردیم تو انگلیس شروع کردیم رقصیدن. جایی نبود برقصی، یکی دو رستوران کوچولو بود میشه برقصیم. میرفتیم میرقصیدیم مردم همین میرن تماشا میکردن. رقص لامبادا رو برای اولین بار آوردید به انگلیس؟ بله تقریبا 33 سال پیش بود. این تازه درست شده بود؟ این سبک تازه اومده بود؟ نه بوده، ولی خب تو غرب زیاد. نه فقط توی کلوبای کوچیک برزیل بود. درسته. یه رقص مدرن بود. آهنگ هم نبود، فقط یه آهنگ بود در اومد بعدن وقتی ما شروع کردیم. اسمش لامبادا بود. تنها آهنگی که تولید کردن به خاطر لامبادا. از یه آهنگ داره دیگه رقص لامبادا که با اون بکنم مینی اسکرتا هست. بله. بله. بعد که ما شروع کردیم رقصیدن معلوم کنه چه این درسش نمیدی. گفتم من باید واسه سیلبس درست کنم. نبود سیلبس تمام. سیلبس هیچ وجود نداشت درباره هیچ. شروع کردیم سیلبس تولید کردیم. شروع کردیم درس دادن تو چند تا رستوران کوچولو. بعد جای دیگه از ما سوال کردم که درس بدیم. در عرض دو سال ما هر کلاسمون 14 تا کلاس در هفته داشتیم. 100 نفر میمونن تو هر کلاس. هر کلاس 100 نفر. هر کلاس که نفر ارزونم بود اون موقع نفر 5 پوند میدادن. ما نمی‌دونستیم اصلا چه اتفاقی افتاد. از تمام شهرهای انگلیس میمونن که درس یاد بگیرن. کجا بود اون مکانی که درس میدادی؟ ما اول شروع کردیم تو همستد تو کوتودو کومین سنتر. بعد بار سلسا ما رو بار سلسا درسته؟ بار سلسا و کیوبن و کیوبن بار که هنوز هم هست بکن در کمدن. نه نه اون کمدن کنزینگتون. کنزینگتون الان تو کمدن چند تا
برانچ داشتن که با به اونجا شروع کردیم درس دادن. همه جا به ما عکس میگفتن تو سربتون، تو کمپتون، تو نورف لندن. پس کارتون تو رأس گرفت. بله. خب. بعد یه روز یه کیوبان کاپلی اومدن ما رقص ما رو نگاه کردن، گفتن ما یه رقص دیگه بعضی بهش میگن سالسا. اهل کوبا بودن دیگه کیوبا. بله. بله. به من گفتن میخوای اینو اکسچنج بکنی؟ گفتم چرا نه، اکسچنج کردیم. بعد سالسا رو ما گرفتیم سیدو بسش درست کردیم. یعنی باز برای رقص لامبادا رو به اونا آموزش دادید و رقص سالسا رو از اونا یاد گرفتید و سیلی بسش هم درست کردید. سیلی بس نبود اون زمان، سیلی بس درست کردیم. درس دادیم، اولین مدرسه انگلیسی که با کردیم همسه سکول رو رفتیم درس تو همسه. یعنی مدرسه رقص درست کردن که اونلی برای لاتین رقص بود، فقط برای رقص های آمریکای جنوبی و لاتین. بعد این شروع کرد، گلگله شد، تمام آدمای مشهور میمونن اونجا، تین همه میمونن اونجا، اما بانتین میمونن اونجا، هنرپیشه های مختلف آدم مشهور از همسته، چون ما سوئیس کاتج بودیم بیسه ما، که یواش یواش ما کلوبای دیگر بری کردیم تو بیس خودمون وایستدیم تو همسته درس دادن فقط. بعد ما شروع کردیم یک کتاب نوشتیم درباره رقص که میگن لاتین دانسینگ، که الان تو اینترنت هنوز تو اینترنت کتاب لاتین دانسینگ وجود داره. بعد این رقص ما اینقدر بزرگ شد که مجبور شدیم که ما یه مدرسه دیگه بابا بکنیم بزرگتر. ما یه مدرسه بزرگ پیدا کردیم تو هایگیت که ما اینجا رو گرفتیم که مدرسه رقص بود و رستوران بود و دانس شاپ بود و نایت کلاب بود و یه مجموعه بوده دیگه. ما بهش گفتیم کمپلکس، واسه که همه چی توش بود. خیلی بزرگ، 400 نفر تو کلوبش می‌رفتن، 120 نفر تو سوشال کلاب، مدرسه رقص و رستوران و دانس شاپ و چه مجموعه بزرگی شده. بله. اولین معلم رقصی که تو دنیا بزرگترین مدرسه خودش پا کرد، تک‌تنهایی که اونجا دیگه بیشتر شد، دیگه همه آدم مشهور میمونن، گرزولت، اسپایس گرلز. اسپایس گرلز رو ایرانی خیلی میشناسن، اونجا اومدن و آموزش دیدن. تیک دات، تیک دات که خیلی گوردون رمزی. گوردون رمزی، بله. اسم اون آقا چی بود؟ فرانک سکینر. من اینجا باید یه چیزی اضافه کنم دوستان، برای اینکه حالا باید خوردم با بیننده سعی تو صحبت کنم. بچه یادآور، یاد آوردن و به خاطر آوردن این اسما و این داستان ها بسیار سخته. برای من خیلی عجیبه. من چند بار ایشون اینجا تشریف آوردن با من صحبت کردم، من خودم تمام اسما رو دقیق یادشونه، تمام سالها دقیق یادشونه. با توجه به اینکه حالا اضافه کنم که متاسفانه بیماری، یعنی این قسمت هم توضیح بدید که ظاهرا یک سکته داشتید. بله، ما قبل از اینکه سکته اولونی که کردیم، ما کتاب های ایرانی تو کتاب خونه، همه کتاب های ایرانی تموم کردیم. کتاب خونه فرح و تمام کتاب هاش تموم کرده رو بودیم. چی بود؟ جانرش تو چه زنی؟ همه تمام سابجه رو تموم کردیم. کتاب خیلی خونده میشون بین سن 11 تا 13 سال تمام کتاب رو تموم کردیم. 11 تا 13 سال؟ بله. تو دو سال؟ سه سال. تو سه سال؟ چهار سال ببخشیم. همه کتاب هایی کتاب خونی فردا؟ تمام کتاب خونی کتاب رو تموم کردیم. نوتشی میگرفتیم. بعد کتاب کوچیک درست میکردیم که حافظه‌مون بیاد. چیز عجیب غریبی که افتاد، ما 11 سالمون که بود ما فهمیدیم که ما میتونیم یک کاری انجام بدیم که نمیدونستم که همه مردم نمیتونن بکنن. ما فکر کردیم همه میکنن. ما شروع کردیم دریمامون رو کنترل بکنیم، خوابمون رو. خواباتون رو کنترل کردن؟ بهتون گفتم جالب این موضوع. ما شبا میرفتیم میخوابیدیم، هر خوابی که میخواستیم ببینیم خودمون میدیدیم. جدی؟ یعنی موضوع رو انتخاب میکردیم، میخوابیدی و خواب رو شما میدیدید؟ بعد واسه شب بیدار میشیم میرفتیم دستشویی میمدیم بقیهش رو میدیدیم. آن ترکت هم داشتن. چه چاله؟ ما خوابمون درباره تماش درباره پرواز بود. سه سال درباره پرواز بود. به جایی رسید که ما اینقدر خواب پروازی هر شب میدیدیم، ما فکر میکنیم در روز میدیدیم پرواز کنیم. از پلا میداسم خودمون پایین، از پنجره میفردیم پایین،
خونه شروع کردیم سر زدن. واسه همین مجبور شدیم بایسیم. بعد شروع کردیم کابای دیگه دیدیم که برای آدم های جوان، پسر جوان بیشتر به درد میخورد. چند سال دیپ بذاریم باشه، حالتا ندیگه همه از خواب ببینیم. خب بعد تو اون ما فهمیدیم که کار دیگه هم میتونیم انجام. ما چند روز رفتیم کازینه و پاسور بازی کردیم که دیدیم ما پاسور رو میبینیم داره میاد تو کازینه، میبینیم چی شماره میاد. این ارتباه یک به یک افتاد. اینا همه اتفاق بود قبل از که حمله مغزی کرده بودیم. درست. اگه یه نفر بودی به ما میگفت این چیزی به درد ما میخوره، استفاده نکردی از این که توی پاسور؟ نه نه، فولی لوکل با بچه بازی میگنیم. پاسور رو میدرسم چی میاد. از کجا؟ رو چه حسابی؟ نمیدونم. مثل تو چی؟ مثل که میدیدی اصلا؟ اکس به ما گفتن تو کلک میزنی حتما. من قده شده میگفتیم که شما پاسور رو زیر پاکت سیگار بذارین، پاسور منو و یکی که من اسمشو میگم. یه وقت من بت میکنم. یعنی اینکه شرط زدم. چیزی هستی. واسه یک سال ما این کار تمام دست رو بردیم. بله. من دیدم اینجا هم بازی میکنم. جالبه برات. یعنی اون روز بکنم که دوستانش از بازی کردن چی میدونستن که میبرم. یه اکسترودینری دیگه، یک قدرت خارق العاده است. من واقعا خیلی حیرت زده شدم. دوستان واقعا البته درسته که ایشون قدرت خارق العاده ای دارن، یعنی ماها نداریم، آدمای معمولی ندارن. به هر حال یه قدرت خیلی زیادی دارن، از این قدرتشون هم درست استفاده کردن به وقتش و این موفقیت ها رو داشتن. حتما ازتون میخوام که قسمت دوم این رو، البته از ایشون من خواهش میکنم که فرصتی بدید، هر موقع خواستید تشریف بیارید اینجا یا هر جایی که شما باشید، ما با دوربینمون میایم، حتما پارت دوم رو با شما ضبط کنیم. اینجا نمیدونم، اگر اینجا تشریف بیارید بیایید اینجا که قسمت دوم زندگی نامه شما رو داشته باشیم. ما تو خونمون یه مقدار سینمایی تو خونمون داریم. پس یوز میم خونه شما. خب اگر اجازه بدید که با دوربین بیایم خدمت. ما گیاه کلکشن کاکتوس بزرگی هم داریم تو خونه. کاکتوس گفتید به من. کلکسیون نقاشی هایی کردیم، مجسمه سازی نقاشی ها. پس پارت دو بعد خونه. خب پس قولش رو گرفتیم که خدمت شما برسیم، اونجا بیشتر از توانمندی های شما استفاده بکنیم و لذت ببریم. آیا شما هر بنی هم بلدی دیگه کامل؟ نه. ما قبل از اینکه استروک کردیم 5 تا زبون بلده بودیم. که پارتی از اون بسیار، چون زبان توی حافظه دیگه هست واقعا. اون بچه کوچیکی بودیم، من حتی ایرانی هم یادم رو اکثرش، اونم فراموش کرده که یواش یواش حافظه. ما حافظه همون برگشت، به طور برگشت که ما خوابایی که دیدیم که بچه بودیم تمام خوابان رو یادم میاد. خارق العاده است. خیلی خارق العاده است. حالا که ما داریم درباره اتوبایوگرافی می‌نویسیم، تمام خوابایی که دیدیم بچگی همه رو داریم می‌نویسیم. چه خواب بوده، چه جوری اتفاق افتاده، کجا بودیم، چه کاری کردیم. و البته الان با این وضعیتی که شما می‌فرمایید، وقتی حافظه به این قدرت دارید، من نمی‌دونم قبل از اینکه این اتفاق بیفته شما چه قدرت خارق‌العاده‌ای داشتید از نظر حافظه و گیرایی ذهنی. منم ژنتیک ما قبل از ایشون، چون پدر ایشون با آلبرت اینشتین دوست بودن با هم دیگه. پدر ایشون با آلبرت اینشتین دوست بودن، یعنی آلبرت اینشتین با هر کسی دوست نمی‌شد دیگه. حتما باید یک به اصطلاح قدرت عجیبی داشته باشه در زمان خودش. ریاضی حافظه، اوتیسمی که استاد گفتن، بله می‌دونید دیگه، این قدرت ذهنی فوق‌العاده قوی ایجاد می‌کنه. بله. و همین باعث شده که این همه توانمند باشن ایشون، که میگن حتی قدرت خواب خودشون هم داشتن، یعنی میتونن برای خواب خودشون برنامه ریزی بکنن که چه خوابی رو ببینن، در مورد چی خواب ببینن، و این در مورد آدمای معمولی اصلا صدق نمی کنه. مرسی که شما وقت دارید. خیلی ممنون. وقتش با شما، حتما خدمت میرسیم. فقط اگر امکانش باشه من این فیلم ها رو هم بگیرم که لابلای این بذارم که دوستان استفاده کنن. متشکرم. مرسی. مرسی که برنامه ما رو دیدید. منتظر باشید قسمت دوی این برنامه رو حتما میسازیم. میبینمتون. به اتفاق دوستان. خدا نگهدار. خدا حافظ.